سرخط خبرها. هشدار کنگره ملی کردستان درباره خروج سربازان آمریکا از سوریه. تصمیم ناگهانی ترامپ باعث جان گرفتن داعش می شود. تردید نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان. خلیلزاد می گوید شک دارد طالبان در مذاکرات صلح جدی باشند. کنگره آمریکا در پی نظارت بیشتر بر همکاری اتمی با عربستان. هر گونه توافق هسته‌ای بین دو کشور مستلزم کسب موافقت کنگره خواهد شد. و پیشنهاد قوانین تازه مهاجرتی در آلمان از سوی دولت. در صورت تصویب ورود مهاجران از خارج از اتحادیه اروپا راحت تر می شود. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. تصمیم تازه دونالد ترامپ برای خارج کردن 2000 سرباز آمریکایی از سوریه بسیاری را غافلگیر کرده. ترکیه و روسیه از این تصمیم استقبال کردند، اما بسیاری از متحدان آمریکا از جمله فرانسه و بریتانیا میگویند داعش هنوز کاملا از بین نرفته و باید در سوریه ماند. کنگره ملی کردستان که در بلژیک مستقر است، از قدرت‌های جهانی خواست منطقه پرواز ممنوع بر فراز شمال سوریه را وضع کند. همه اینها در حالی است که ترکیه تهدید کرده به زودی به شرق فرات حمله خواهد کرد. ژیار گل گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ بار دیگر ناگهان متحدان و مخالفانش را در آمریکا و سایر نقاط جهان غافلگیر کرد. رئیس جمهوری آمریکا بدون هماهنگی با فرماندهان نظامی و متحدانش در ائتلاف جهانی علیه داعش اعلام کرد داعش شکست خورده و سربازان آمریکایی فوراً از سوریه خارج خواهند شد. برای مدتی طولانی با داعش در سوریه جنگیده ایم. در 2 سال گذشته که رئیس جمهوری بودم، حملاتمان را به داعش سرعت بخشیدیم. به آنها حسابی ضربه زدیم. ما سرزمین‌های در کنترل آنها را پس گرفتیم و حالا وقت بازگشت سربازانمان فرا رسیده است. حدود 2000 نیروی ویژه آمریکا در مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه مستقر هستند. آنان به نیروهای دموکراتیک سوریه در جنگ علیه داعش مشاوره و آموزش نظامی می‌دهند. تصمیم دیروز دونالد ترامپ در حالی اعلام شد که جان بولتن مشاور امنیت ملی او هفته پیش گفت تا زمانی که نیروهای ایرانی در سوریه باشند آمریکا هم خواهد ماند. نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف علیه داعش به بی بی سی گفت آمریکا مدتی طولانی در سوریه خواهد ماند و برای خروج نیروها زمانی قطعی تعیین نشده. داعش حملات کوچکی را سازماندهی می‌کند و شبکه‌هایی دارد. به همین دلیل است که ما درباره استراتژی طولانی مدت در سوریه حرف می‌زنیم. روسیه و ترکیه از تصمیم دونالد ترامپ استقبال کردند و دولت سوریه هم آن را شکست آمریکا در این کشور خوانده. اما متحدان نزدیک جمهوری‌خواه دونالد ترامپ در آمریکا با امضای نامه‌ای از او خواستند که در تصمیمش تجدید نظر کند و کردها را تنها نگذارد. امروز داعشی وجود نداشت اگر اوباما نیروهایمون رو از عراق خارج نمی کرد. این رو هم میگم، امروز اگر ترامپ نیروهامون رو از سوریه بیرون بکشه داعش باز خواهد گشت و این تصمیم او یکی از دلایل بازگشت اونها خواهد بود. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها با انتشار اعلامیه گفتند که جنگ با داعش هنوز ادامه دارد و خروج نیروهای آمریکایی از سوریه موضع آنها را تضعیف خواهد کرد. کنگره ملی کردستان کنکه با انتشار بیانیه از قدرت‌های جهانی خواسته منطقه پرواز ممنوع بر شمال سوریه وضع کند. 3 سال پیش داعش مناطق وسیعی را در سوریه در کنترل خود داشت. حال داعش در مناطقی کوچک در دیر زور برای بقای خود با کردها در جنگ است. در چند روز گذشته رئیس جمهوری ترکیه بارها تهدید کرده که به زودی به مناطق تحت کنترل کردها در شرق فرات حمله خواهد کرد.
معلومه که ما جدا نگران تهدیدات ترکیه هستیم. تدابیری را پیش بینی کردیم. نیروهای شورای نظامی منبج در خط مقدم در حال آماده باشند. دونالد ترامپ در پیام خود نقش سربازان کشته شده ی آمریکایی در سوریه را پررنگ کرد. این در حالی است که در 3 سال گذشته در سوریه تنها 1 سرباز آمریکایی در حال جنگ کشته شده و 1 سرباز دیگر هم در تصادف رانندگی. در حالی که در همین مدت هزاران زن و مرد کرد و عرب نیروهای دموکراتیک سوریه کشته یا مصدوم شدند. ژیارگول، BBC. و در همین حال آقای ترامپ در توییت تازه ضمن دفاع از تصمیمش گفته داعش دشمنی محلی برای کشورهای سوریه، ایران و روسیه محسوب میشه و مقابله با این گروه وظیفه همین کشور هست. این توییت رو آقای ترامپ بر دفاع از تصمیمش برای خارج کردن 2000 سرباز آمریکا از سوریه گذاشته. حسام دستپیش، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل از بروکسل با ما. آقای دستپیش، ادبیات آقای ترامپ با دولت‌های قبلی در آمریکا خب کاملا فرق می‌کنه، ولی این به نظر یک تغییر موضع در سیاست خارجی آمریکا هم هست. فکر می‌کنید چرا رئیس جمهوری آمریکا چنین تصمیم می‌گیره؟ ببینید، اون چیزی که مشخصه اینه که رفتارهایی که در عرصه بین‌المللی مخصوصاً از طرف ایالات متحده انجام می‌گیره در یک کانتکستی به قولی ایرشنال یا غیر عقلانی میتونیم تعریفش کنیم، به این معنا که اون عقلانیتی که ما بهش عادت کرده بودیم یا اون عقلانیتی که به اصطلاح عرف بود در عرصه بین‌المللی در حال حاضر از طرف آقای ترامپ همه اینها کنار گذاشته میشه. دلیل واضح و مشخصش از همون گفتمانی است که آقای ترامپ به اون اعتقاد داره، اونم مسئله ملی‌گرایی یا پاتریوتیسم، که به اون معنا که اون چیزی که من انجام میدم برای ایالات متحده است. و همچنین در توییت هایی که مدام به اصطلاح منتشر میکنه این نگاه وجود داره. به نوعی میتونیم بگیم که آمریکایی که ادعای به اصطلاح حمایت از جریان های آزادخواه در دنیا را داشت، این امروزه بیشتر به اون فکر میکنه که چگونه بتونه اون نگاه اقتدارگرانه خودش رو در عرصه بین‌المللی به نوعی تبدیل کنه به یک روند عادی و در این رابطه کشورهای دیگر رو مسئول بکنه یا در قبال اون چیزی که در عرصه بین‌المللی اتفاق میفته اونها هم شریکی باشن در کنار آمریکا یا با آمریکا. خروج نیروهای آمریکایی از منطقه چه تأثیری میگذاره در معادلات اونجا و بر گروه‌های مختلف در سوریه؟ خب ببینید، بحث اینه که اون چیزی که در سوریه اتفاق افتاده اساساً بحرانی به وجود اومده که در اون دولت ملتی که سوریه رو اداره میکرد از بنیان و از اساس با بحران مشروعیت، جنایات علیه بشریت و غیره مواجه شده. این پرسش در حال حاضر پرسش سیاست بین‌المللی که آیا میتونه این نظم رو به این قالب سیاسی برگردونه یا نه. در حال حاضر بازیگری که میتونه نقش بسیار عمده‌ای رو در این مسئله ایفا کنه و اونم ایالات متحده، اینه که بازی رو به سمت اون نظم خاصی که قرار اتفاق بیفته سوق نمیده، بلکه داره به اون سمتی میره که بیشتر تضادها و بیشتر برخوردها بیشتر بشه. به این معنا به فرض مثال اون چیزی که در رژاوا ما میبینیم یا در کردستان سوریه نقطه آرامی بود که پایگاهی بوده که از اون طریق بتونی تهدیدات رو به صفر برسونی، اما با خروج ایالات متحده همین نیرویی که میتونست امکان این رو داشته باشه که ثبات رو به بخشی از حداقل سوریه برگردونه به قربانی تبدیل میشه که به درون ترکیه و نیروهای دیگه یا حتی جمهوری اسلامی هم میتونن نقش ایفا کنن. به همین دلیل اون چیزی که در این رابطه وجود داره تشدید شدن تضاد، نه اینکه بتونیم یه فضای آرامی رو تصور کنیم. این که آقای ترامپ الان در توییتش برای دفاع از تصمیمش گفته سوریه، ایران و روسیه، این داعش دشمن محلی این کشورهاست، این تا چه حد درسته؟ ببین، تصور بنده واقعا از این اقدامی که آقای ترامپ انجام میده، تصور بنده اینه که نقطه اولی که آقای ترامپ میخواد اونو مورد هدف قرار بده اروپایی ها هستن، به این معنا که بتونه اونها رو وارد اون بازی که خودش دوست داره در منطقه یا در رابطه با نقش ایالات متحده انجام بده. بعد دوم قضیه اینه که اون چیزی که آقای ترامپ انجام میده در رابطه با ترکیه ربط مستقیمی به جمهوری اسلامی داره، به اون معنا که در حال حاضر جمهوری اسلامی و برخورد با اون به اولویت سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شده. و بعد سوم اون برمیگرده به اون نوع به اصطلاح رفتار و نگاه یا اون چیزی که به آقای ترامپ خودش بهش میگه کمپین
انتخاباتی و اون قولهایی که داده. در مجموع میتونیم اینگونه تصور کنیم که شرایطی که به وجود اومده ترامپ رو در موقعیت دفاعی قرار نمیده. بنده فکر میکنم این موقعیت را باعث میشه که موقعیت ایالات متحده به سمتی بره که اون امتیازهایی که لازمه در این بازی بگیره. متشکرم از شما حسام الدین، معذرت میخوام، حسام دستپیش، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل از بروکسل. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در پنجمین جلسه شورای عالی روابط راهبردی ایران و ترکیه به آنکارا سفر کرد. مرحبا عسکر. آقای روحانی در کنفرانس خبری مشترک با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفتگوها درباره مسائل اقتصادی دو کشور را سازنده خواند. او همچنین از موضع دولت ترکیه در برابر به گفته او یک جانبه گرایی آمریکا و تحریم‌های این کشور علیه ایران تشکر کرد. اقدام آمریکا در شرایط فعلی علیه ایران یک اقدام 100% تروریستی است، برای اینکه کشورهای دیگر و شرکت‌های دیگر رو ارعاب می‌کنه و می‌ترسانه برای اجرای قطعنامه 2231، می‌ترسانه برای اجرای تجارت آزاد، می‌ترسونه برای اجرای خواست ملت‌ها، شرکت‌ها و همچنین فعالان اقتصادی. عمل آمریکا یک عمل تروریستی است، برخلاف مقررات بین المللی است و قطعنامه 2231 به عنوان یک قطعنامه الزامی از همه کشورهای جهان میخواد که از برجام حمایت کنند. مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان ایران میگوید چهارمین کودکی که در آتش سوزی زاهدان آسیب دیده بود در بیمارستان درگذشته. روز سه‌شنبه بخشی از مجتمع پیش‌دبستانی و دبستانی اسوه حسنه در شهر زاهدان آتش گرفت. ماموران آتش نشانی زاهدان علت این حادثه را آتش گرفتن بخاری نفت سوز در کلاس درس اعلام کردند. همزمان کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران اعلام کرده گروهی از معلمان اصفهان در پی این آتش سوزی و در اعتراض به وضعیت مدارس در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. وزارت خارجه آلبانی میگوید دو دیپلمات ایرانی به دلیل اقدامهایی که امنیت این کشور را به خطر انداخته اخراج شدند. سخنگوی وزارت خارجه آلبانی گفته این تصمیم در پی رایزنی با کشورهای دیگر از جمله اسرائیل گرفته شده. جان بولتون در توییتر خود یکی از این دو دیپلمات را سفیر ایران خوانده و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم این دو نفر را به طراحی حملات تروریستی در آلبانی متهم کرده. همزمان یک شبکه تلویزیونی در آلبانی اخراج دیپلمات‌های ایرانی را با اقدام‌های آنها در زمان مسابقه فوتبال دو سال پیش تیم‌های آلبانی و اسرائیل مرتبط دانسته. سخنگوی وزارت خارجه ایران اخراج این دیپلمات‌ها را محکوم کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس خبری پایان سال اوکراین را در ایجاد تنش بین دو کشور در دریای آزوف مقصر خواند. او بدون نام بردن از رئیس جمهوری اوکراین پترو پروشنکو را متهم کرد با به گفته او هیاهو به راه انداختن در دریای آزوف به دنبال افزایش محبوبیت در آستانه انتخابات است. ماه گذشته روسیه سه شناور اوکراینی را که قصد ورود به دریای آزوف را داشتند توقیف کرد. روسیه این شناورها را به ورود به آب‌های سرزمینی این کشور متهم کرد. اوکراین میگوید روسیه قوانین بین‌المللی را نقض کرده. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در تازه‌ترین اظهاراتش پس از گفتگو با نمایندگان طالبان در ابوظبی گفته در مورد جدی بودن طالبان برای رسیدن به صلح تردید دارد. زلمه خلیزاد گفته طالبان اشتباه می‌کنند که حاضر نمی‌شوند با نمایندگان حکومت مذاکره کنند. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان با اشاره به تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ گفته مردم این کشور هیچ معامله عجولانه‌ای را نخواهند پذیرفت. به عنوان یک کشور مستقل هیچ کشور یا فرد حق و صلاحیت بحث در خصوص ساختارهای جدید حکومتی برای افغانستان را ندارد، به شمول تقسیمات سیاسی که قانون اساسی افغانستان را نقض میکند. صلاحیت تصمیم گیری درباره آینده افغانستان به خود افغانها و رهبران منتخب این کشور برمیگردد و جایگزینی برای یک دولت منتخب وجود ندارد. البته این اطمینان نزد همه شهروندان و ملت افغانستان وجود داشته باشد که قربانی های
ملت ما هرگز معامله نخواهد شد. مردم ما خواستار صلح پایدار و با عزت می باشند و معامله های عجولانه‌ای که قربانی های ملت افغانستان را زیر سوال ببره قابل قبول نیست. بشیر پیمان خبرنگارمون از کابل با ماست. در مورد حرف های آقای خلیلزاد بیشتر حرف بزنیم. به نظر از حرف های او بوی ناامیدی میاد، چرا فکر میکنی بشیر؟ آقای خلیلزاد پس از دیدارش با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان با یک رسانه خصوصی تلویزیون آریانا نیوز صحبت کرد و گفت که از اینکه طالبا در گفتگوهای بین حکومت افغانستان و طالبا نماینده‌های طالبا شرکت نکرد یک اندازه ناراحت است و گفت طالبا اشتباه میکنند که واقعا در این گفتگوها حاضر نشدند و به گفته او طالبا در آینده پشیمان خواهند شد از آنچه که کردند. او همچنان گفت که در این نشست فقط روی آتش بس 3 ماهه که از سوی امارات و عربستان سعودی پیشنهاد شده بود بحث صورت گرفت، اما طالبان در مورد آتش بس پاسخ روشن نداشتند و گفتند که تصمیم گیری در مورد برقراری آتش بس در افغانستان از صلاحیت آنها بالاست و باید با رهبرانشان در این مورد صحبت بکنند. آقای خلیلزاد همچنان این شایعه را که گویا در مورد تغییر ساختار سیاسی در افغانستان و همینطور ایجاد حکومت موقت و برخی مسائل دیگر که در رسانه‌ها بازتاب یافته بود بحث‌های شده را رد کرد و گفت که در این مورد حتی 2 جمله هم صحبت نشده و او گفت فقط در مورد مسائل امنیتی و اینکه چطور زمینه گفتگوی بین گفتگوی رو در رو بین طالبان و حکومت افغانستان را هموار بکنند صحبت شد. بشیر، دیشب آقای خلیلزاد با رهبران حکومت افغانستان هم در کابل دیدار کرد. در این دیدار چه گفتگوهای مطرح شده؟ اگر کوتاه بگیم ممنون میشم. حکومت افغانستان هنوز جزئیات این گفتگو را ارائه نکرده، با رسانه ها شریک نساخته، اما آنچه که خود آقای خلیلزاد در مصاحبهش گفت این که او گفت او فقط در مورد سفرهایی که اخیراً به کشورهای منطقه داشته و به ویژه سفرش به ابوظبی و گفتگوهایی که با نمایندگان طالبان، نمایندگان پاکستان، امارات و عربستان سعودی داشته اونا را فقط با رهبران حکومت افغانستان در میان گذاشته و همین هدف از دیدارش هم همین بوده. اما بعد از این دیدار شورای دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان اعلامیه را پخش کرد که جزئیاتش اینه که گفته به هیچ کس و به هیچ کشور اجازه نمیتن که در مورد مسائل سیاسی و ساختار سیاسی و ایجاد نظام جدید بحث بکنه و صحبت بکنه. از این رو ابراز نارضایتی در اعلامیه شورای امنیت دیده میشه و گفته باید در این مورد وضاحت بیشتر داده شد. ممنونم از تو بشیر پیمان در کابل. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز پی میگیریم. کنگره ملی کردستان هشدار داده خروج سربازان آمریکا از سوریه باعث جان گرفتن داعش میشود. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید به جدی بودن طالبان در روند مذاکرات صلح شک دارد. در ادامه برنامه، افزایش خشونت و درگیری در منطقه مورد مناقشه کشمیر در ماه‌های اخیر. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا با ارائه طرحی خواستار سختگیری بیشتر در انتقال فناوری هسته‌ای برای تولید برق به عربستان شدند. دولت آمریکا مشغول مذاکره با ریاض است تا امکان ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در عربستان فراهم شود. مقام‌های عربستان سعودی قرار است در سال آینده میلادی اعلام کنند با کدام کشور برای انتقال فناوری هسته‌ای به توافق رسیدند. خبرنگارمون بهمن کلباسی از نیویورک ماست. از جزئیات این طرح بیشتر چه می‌دونیم بهمن؟
قوانین موجود میگوید که اگر دولت آمریکا با هر کشوری وارد توافق بشه برای انتقال فناوری هسته‌ای، اون وقت کنگره آمریکا میتونه هم در سنا هم در مجلس نمایندگان قطعنامه‌ای رو تصویب بکنه و بگوید ما موافق چنین توافقی نیستیم و این توافق رو متوقف بکنه. این شرایط فعلی است. طرحی که الان ارائه شده اگر تصویب بشه در واقع کار رو سخت‌تر می‌کنه، از این جهت که میگوید اگر عربستان با دولت ترامپ به توافق برسه برای انتقال فناوری هسته‌ای، اون وقت باید بیا تایید بگیره از کنگره. یعنی که به جای اینکه کنگره به مجبور باشه که یه قطعنامه‌ای رو تصویب بکنه که جلوی اینکه این توافق عملی بشه رو بگیره، برعکس دولت برای اینکه توافق رو عملی کنه باید اول بیاد اجازه بگیره از کنگره، که خب کارو سخت‌تر می‌کنه و اراده سیاسی هم در کنگره در هر دو حزب وجود داره که جلوی یک چنین توافقی گرفته میشه، به خصوص که حالا غیر از بحث‌هایی که در مورد مسائل هسته‌ای وجود داره، در همین طرح آمده که از جمله پیش نیات ها چنین توافق این است که عربستان توضیح بده دقیقاً در مورد قتل آقای خاشقچی چه اتفاقی افتاده. در نتیجه یک مانع ایجاد کردن در این طرح که وصلش کردن مسئله آقای خاشقچی، به اضافه اینکه بحث مفصلی در هفته ها و ماه های گذشته در این گفتگوهای بین عربستان و آمریکا وجود داشته، مبنی بر اینکه عربستان علاقه من بوده که استانداردهای موجودی که آمریکا برای کشورهای دیگه 48 کشور دیگه با آمریکا چنین توافقی دارن رو یه مقداری کاهش بدن که اجازه داده بشه به عربستان که غنی سازی اورانیوم رو هم داشته باشه وقتی که این چنین فناوری بهش منتقل بشه. این هم موجب نگرانی سناتورها شده بود از قبل و حالا با توجه به تیر شدن روابط با عربستان به خصوص در کنگره این رو هم اضافه کردن به این طرح و نگرانیشون از این که عربستان میخواد استانداردهای کمتری و با غیر از اون استاندارد معمول رو داشته باشه در این انتقال. احتمال تصویب این طرح چقدره بهمن؟ کنگره میدونیم که دورش همین هفته آینده در پایان سال میلادی به پایان میرسه، در اینچه در این دوره وقتی برای تصویبش نیست، ولی به هر حال در کنگره بعدی در آغاز ژانویه دوباره مطرح میشه و با توجه که دیدیم در هفته‌های گذشته قطعنامه‌ای که علیه عربستان تصویب شد در سنا حتی یک رأی مخالف هم نداشت، هر 100 سناتور بهش رأی دادن، یا اون قطعنامه‌ای که برای پایان دادن به جنگ یمن بود، طرحی که اونجا بود، بالای 60 سناتور بهش رأی دادن. در اینکه فضا در مجلس سنا و همچنین مجلس نمایندگان خیلی ضد عربستان هست الان، در نتیجه احتمال اینکه این طرح اگر به صحن بیاد دوباره رأی بیاره بسیار بالاست. متشکرم از تو بهمن کلبسی در نیویورک. دولت آلمان لایحه جدیدی پیشنهاد کرده که اگر به تصویب پارلمان برسد و اجرایی شود، مهاجران و پناهجویان خارج از اتحادیه اروپا می توانند به مراتب راحت تر از قبل به آلمان مهاجرت کنند و با پیدا کردن کار زندگی جدیدی را شروع کنند. سیاوش اردلان چند و چون مسببه دولت آنگلا مرکل را شرح می دهد. تصمیم دولت آلمان خبر خوبی برای مهاجران و پناهجویان است. مقامات دولتی هم راضی به نظر می رسند. طبق قوانین پیشنهادی دولت، مهاجران و پناهجویان حالا می توانند آسان‌تر به یک زندگی آبرومندانه در آلمان امید ببندند. در کشوری که رشد اقتصادیش بالا و بیکاری و آمار زاد و ولدش پایین است، صاحبان صنایع و مشاغل هم نفس راحتی میکشند. ما گفتیم نمیخوایم مهاجرایی که اینجا میان به جای اینکه به اداره کار برن سربار تامین اجتماعی بشن. هدف قانون ما همینه. ضمناً باعث کم شدن مهاجرت غیرقانونی هم میشه. از پرستار گرفته تا نجار و لوله‌کش، هر فردی که آلمانی بلد باشد و 6 ماه خرج خودش را بدهد میتواند به آلمان مهاجرت کند و دنبال کار بگردد. در حال حاضر این امکان فقط به مهاجران اروپایی با درجه تخصص بالا داده می شود. البته مهاجرت کردن هم همیشه سختی های خودش را دارد. متاسفانه اومدن به آلمان آسون نبود، به خصوص دوری از خانواده. خب یه زندگی جدیده دیگه که باید بهش عادت کرد. دیگر لازم نخواهد بود صاحبان مشاغل و کسب و کارها نشان دهند که اول دنبال فردی مناسب در خود آلمان یا کشورهای اتحادیه اروپا گشتند قبل از اینکه بتوانند کسی به غیر از اینها را استخدام کنند. مدیران و رؤسای این گونه شرکت ها هم از قانون پیشنهادی جدید راضی اند. وقتی همکارانمون وارد کشور میشن، ما اونها رو از فرودگاه برمیداریم و به یک آپارتمان میبریم و در روزهای اول کمکشون میکنیم مراحل اداری رو راحت بگذرونن. ضمناً برای حدود 180 هزار پناهجو در آلمان که قرار است به کشورشون بازگردانده شود نیز این امکان فراهم شده که اگر نشان دهند میتوانند کار پیدا کنند و خرجشان را در بیاورند اقامت بگیرند. سیاوش اردلان، BBC.
از دیشب بیش از 100 هزار نفر از مسافران در فرودگاه گتویک لندن سرگردان شدند. فرودگاه گتویک به دلیل پرواز دو پهپاد در نزدیکی باند پرواز تعطیل شده. مدیر فرودگاه گتویک گفته تا زمانی که از امنیت فرودگاه مطمئن نباشد، فرودگاه را باز نخواهد کرد. پلیس به دنبال مالک این پهپاد هاست. گتویک دومین فرودگاه شلوغ لندن است و ممکن است تا جمعه بسته بماند. خشونت و درگیری در کشمیر طی هفته‌های اخیر افزایش یافته. یک سال گذشته مرگبارترین سال یک دهه اخیر در این منطقه مورد مناقشه به شمار می‌رود. در این مدت بیش از 500 نفر شامل افراد غیر نظامی، نظامی و شبه نظامی کشته شدند. گزارش یوگیتا لیمای رو ببینید. پشت مه یک محله شلوغ هومه شهر که حالا تبدیل به میدان جنگ شده. این سر و صداها دیگر اینجا عادی شده. یک مامور پلیس ما را به جای امن هدایت می کند تا از گلوله هایی که از بالای سرمان رد می شوند در امان بمانیم. نظامیان هندی با دو یا سه شبه نظامی که به نظر می رسه اینجا سنگر گرفتن درگیر شدند. شدت تیراندازی الان کمی بیشتر شده، اما عملیات تمام شب و طی 12 ساعت گذشته ادامه داشته. اینجور حملات در سال جاری خیلی بیشتر بوده. در واقع تنها همین امسال شاهد بیشتر از 100 درگیری مشابه بودیم. چند ساعت بعد عملیات به پایان میرسد. 6 خانه تخریب شده و 3 شبه نظامی کشته شدند. مدارس منطقه تمام سال تعطیل بودند. فردوس احمد میر حدود یک ماه پیش در درگیری مشابه کشته شد. هزاران نفر با شعار استقلال از هند در مراسم خاکسپاری او شرکت کردند. کاری که پس از کشته شدن هر شبه نظامی دیگری هم تکرار شده. فردوس برای خانواده‌اش یک شهید است، پسری که باعث افتخار خانواده‌اش است. مأموریتش جنگیدن برای مردم کشمیر بود. اذیت و آزارهای خواهرها و برادرای ما ادامه داره و فردوس نمیتونست اینو تحمل کنه. در سوی دیگر نبرد قربانیان بیشتر و سوگواری نیز بیشتر است. مختار احمد ملک نظامی بود که در خانه و در حالی که در مرخصی بود کشته شد. مادرش به من میگوید کشمیر از این همه جنگ و خونریزی خسته شده. میگوید بهتر است اینجا را بمباران و کار را یکسره کنند. طی ماه‌های اخیر هدف گرفتن و کشتن نظامیان افزایش شدیدی داشته. در حالی که شمار کشته‌ها در دو سوی این جنگ بیشتر می‌شود، از یک مأمور ارشد پلیس پرسیدم از این جنگ چه می‌خواهند. نمیتونیم بشینیم و نگاه کنیم که شبه نظامی ها بیان و تو شهر و خونه مردم بهشون حمله کنن و بکشنشون. نه، نمیتونیم همچین کاری بکنیم. باید باهاشون بجنگیم. در میانه این جنگ غیر نظامیانی مثل فردوس شیخ هم گیر افتادند. زنی باردار که در مقابل خانهش به ضرب گلوله کشته شد. خانواده مغموم و اندوهگین به جا مانده. و دختری که حالا از بیرون رفتن از خانه هم میترسد. روستا به روستا داستان همین است. در میان این ویرانی خانواده ای نیست که در امان مانده باشد. یوگتا لمای، بی بی سی نیوز، این ایندین کشمیر. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. تا دقایقی دیگه با خلاصه از خبرها با شما خواهم بود.